دوستان عزیز السلام علیکم شما رو بازم خوش آمدید میگم باشپس خانه نوری علی امیدوار هستم با فامیلاتون خوش و آرام و سلامت باشین و به دور از ویروس کرونا باشین امروز بازم من نظر به خواهش بعضی از دوستای عزیز ما که خواهش پختن پنیر کردن امروز در نظر گرفتم که من یک پنیر بسیار مزه‌دار و کریمی بر شما جور کنم که البته برای پخته کردن یا جور کردن پنیر و چیزایی که ما شما ضرورت داریم عبارت از شیر است البته شیر تقریبا شیر چرب است که ما گرفتیم در بین ریزرف ما انداختیم گنجایشش 2 لیتر است مگر ما میخواهیم 4 لیتر شیر جور کنم یعنی 2 تا از این کاسه به شیر پر کنم و همچنان از کمک یا یک تقریبا یک گلاس کریم ما اضافه میکنم در پنیر خود که کمک مغزش نرم بیاید و تقریبا 3 قاشق تامخوری ما ماست گرفتیم 3 قاشق تامخوری سرکه سفید گرفتیم و همچنان نانا برای تزیینش که پنیر باید امروی نانا خورده شود حالا من اینا رو براتون پخته میکنم جور میکنم و بایستم که ببینیم از این ویدیو لذت ببرین و استفاده کنم من تقریبا 4 لیتر شیر در بین دیگ انداختم و این ما در حرارت از میدیم بالا یعنی در میدیم های میمانم و متوجه می باشم که سر نره یا نسوزه و تا وقتی که جوش بیاید وقتی که جوش آمد باقی دیگر چیزایش باز با شما می دوستان مدت ده دقیقه شد که من شیره در سر گاز ماندم و تقریبا نیم داغ شده حال وقت رسیده که من می کریمه که داشتم یا می قیماغ داشتم حالا می دازم و امره شیر خوب مکسش می کنم که تا یک جای امره شیر جوش بیاید دوستای عزیز شما باید شیر تقریبا هر 2-3-4 دقیقه بعد متوجه باشین شور بتین که زیر دیگ نچسبه یا شیر نسوزه از خاطر ما متوجه هستم که شیرم نسوزه دوستای عزیز من شیر تقریبا فکر میکنم مدت 20 دقیقه ماندم که جوش بیایه حالا شیر من بالکل جوش آمده وقت رسیده که باید من سرکه و ماس هم ازش اضافه کنم البته باید اول بگویم که ماس خودم من لط میزنم به این شکل و این کل شده بین شیر میزنم مکسش میکنم و بعد از این سرکه که دارم سرکه رو مندازم و میمانم که شیر خود را جدا کنم دوست عزیز ببینید که پنیر مکمل خود از شیر جدا کرد یعنی او شیر تقریبا رنگ سبز به خود گرفت مانا عزیز که شیر کاملا پنیر آماده است که باید ما این ناله صاف کنیم دوستان ما دستمال در بین یک کاسه چخور در ما بین سنگ ماندیم این حالا من می پنیر را خدا می خواهیم که صاف کنم ببینید دوستان که نچسبیده و حالا دور چادر خدا یا می دستمال را جمع می کنیم و پنیر را از او می کشیم کوشش کنیم که کلش را دیسی وسط همی دستمال بیاریم که شکل کلچه را بخواد بگیره و این را تاو میدیم و در این سنگ دیگه ما و یخ دستش اضافه میکنم که کمک یخ کنم و این داغ از بسیار ما و تمام او پنیر البته کشیدو این حال ما این را در چلاو صاف ماندیم در سرش چای جوشه که او پر است میمانم که بخاطر گرنگ است تا باقی مانده آوه که در بین از این پنیر است همش باید بر از بین و شما هر چیز گرنگ دیگه که دارین میتونین در سر پنیرتون بانین به این شکل پنیر هم مدت در دقیقه ماندم و موزنم در سرش تا که او باقی ماندهش که مانده باشه باید خارج شود آوه بالکل خارج شد اوش صاف شده و پنیر به این شکل است منال ایره از دسمال میکشم و در یخچال میمانم تقریبا به مدت 15-20 دقیقه تا سرد شود پنیر تقریبا به مدت 15 دقیقه در یخچال ماندم که تا یکمک سرد شد حال وقت رسیده که من ایره برش میکنم
و در بشقاب تزینش میکنم. باز با شما نشان میدم که پنیر ما چه رقم آمده. دوستان عزیز، این بود پنیری که من امروز بر شما پخته کردم. بسیار خوشمزه و کریمی آمده و امره کشمش سبز ما، امره کشمش سبز و نانای تازه مشجان میکنیم به یاد شما عزیزا. و امیدوار هستم که از این ویدیو ما خوشتان آمده باشه و از طرز تهیه پنیر استفاده کنین و پخته کنین و با فامیلای عزیزتان مشجان کنین. و در آخر شما تشکر میکنم از اینکه چینل ما را سابسکرایب میکنین و از کامنت های بسیار معقولتان، از ایمیل هایی که برای میکنین یک جهان تشکر میکنم. امیدوار هستم که خوش و آرام سلامت باشین و دور از گسنده روزگار. خداحافظتان.